خب بچه اومدیم یه چرخ توی نمایشگاه های یه چرخ یه چرخ بزنیم. آقا امروز یه نمایشگاهی داریم میریم که من یقه این کتم رو میخوام اینجوری کنم برم تو. خب بری اسکی یعنی؟ یعنی اینجوری میخوام برم. یه کارگاه گجتی؟ یعنی انقدر این نمایشگاه خفنه. جدی میگی؟ ولی اینجوری بری تو کارگاه گجت میشه؟ بزن بخندن بره. آره بدم پایین چیه داست؟ آقا کنسل نمیریم جایی هم. من با همه تیشرت اوکی هم. یه نمایشگاه قراره بریم. نگم براتون. آقا واقعا این ماشینایی که اینجا دارن خدایی بمب. کدوم ماشینا اینجا؟ نه تو خیابون. اینجا که داریم میریم ماشینایی که دارن واقعا زیبان. واقعا یه کلاس دیگه این. از لحاظ لاکچری اصلا واقعا این ماشینا واقعا. حاجی واقعا میگی؟ حاجی واقعا میگه. آقا بچه این تانک رو نگاه کنین بچه‌ها. می‌خوام این تانک رو ریویو کنیم براتون. چرا اینجاست؟ مال چیز دیگه ستاد مبارزه با جان نواد مخدر تانک میارم واسه ما. یارو میگن نکش، میگه نمیتونم، میزنمش با تانک. رسیدیم فرشته نازنین. بگی تو دستت ببریم شاجی. گولی مگولی. یه ماشین خفن داریم. رویز رویز جان کانورتبل بلک بچ. خب با این ماشین 12 سیلندر موتور 6.6 لیتری داره، 593 تا اسب بخار داره و 0-104.7 ثانیه‌ای داره. ببین از لحاظ لاکچری، از لحاظ همه چیز خیلی خفنه. علکی نیست رویز رویزه واقعا. ببین چقدر گرفته درازه حاجی. نگاه کن رینگاشو ببین فقط چقدر این ماشین قشنگ و خفنه. سقف پارچه‌ای داره. خب درشو میخوای باز کنی کافیه اینجوری در باز میشه. این چقدر درش سنگین و خفنه. ببینی؟ در خیلی خفنی داره. خب منم توی این رویز رویز زیبا بشینم. خب و بفرمایید. این لباساتو میگن باید بشوری قبل از اینکه بشینی توش. نمیدونم درست میگن یا نه. آرام جان خیلی خوب درو باید ببند. نه خودش بسته میشه دیگه. توی فرمونش قرمزه، با این توی درای قرمزش، با دوختای قرمزش و زیر داشبورد قرمزش همش با هم دیگه ست شده. خب این فرمونو که میگیری دسته اون حس لاکچریه رو میتونی بگیری واقعا. خب این تریمای توش یه حس کاربن فایبره ولی لاکچری بهت میده. خب کاربن فایبر واقعیه، واقعی تر از واقعیه. اصلا این همین الان از خود کارخونه کاربن سازی اومده. اینو نگاه کن لوگوی که روش قرار گرفته رو. اینو وای چقدر قشنگه. آقا یه چیز دیگه که من دقت کردم توی این ماشین، دکمه هایی که اینجا به کار رفته رو میبینی؟ با اینکه این ماشین قیمتش 579,000 دلار کاناداییه. 579,000 دلار خیلیه. ولی بیا اینجا بذار. ولی دکمه هایی که توی این ماشین به کار رفته، ببین صندلی خنک کنه تو، صندلی گرم کنه تو، یه حالت قدیمی طور داره. مثلا میبینی؟ میخوای آره دیگه اون حالت مدرن نشده. میبینی خیلی باحاله. ولی نگاه کن صفحه کیلومترش رو نگاه کن.
بازم این صفحه کیلومترش هم حالت قدیمی تور داره، میبینی هیچ وقت دیجیتال نشده. با اینکه برای سال 2020 با خیلی هم ماشینا اومده تغییر کرده، ولی ماشین نگه داشته. خب بزنم از این بغلم یه لحظه درش باز کنم. چقدر قشنگ و نگاه کنین چیمه اینجاشو نگاه کن علی، اینا رو میبینی؟ خب چقدر قشنگه. این از همون چیزایی که توی بی ام و هست باش ور میرم اینجوریه. اینجوری خیلی همه چیز باید با نوک انگشت انجام بشه، با نوک انگشتاتون باید همه چیز انجام بشه، زیاد نباید فشار به ماشین بیارین، گناه داره. آقا یه جای خیلی معمولی اینجا داره که شما دکمه تنظیم ارتفاع ماشین رو گذاشتن اینجا. چراش؟ به خاطر اینه که کسی دست نزن ارتفاع تو خراب بکنه. آقا چون این تریمایی که نارنجی اومده روی صندلیش با توسیش خیلی خفنش کرده، نگاه کنید که پشتم اومده و پشتم دو نفر است. ببین یه دکمه گذاشته اون پشت قایم کرده که هیتر صندلیته، نگاه کن خیلی باحاله، همه چی نقلی و خوشگله. واقعا این ماشین کسی هستی این ماشین خوشش نیاد؟ ببین خیلی به اومده برام نیومده، خوش به کی نمیاد این باشه. نگو چقدر دیرو هرچی میری عقب تمامشونی. هم از پشت قشنگ و زیباش واقعا نگاه کن، این بلک بجایی که اومده اینجا روی این ماشین چقدر قشنگش کرده و این دور چراغاش و هر طرف از اگزوز سه تا اگزوز توشه، یعنی یه دونه این بر سه تاست یه دونه هم اون بر. آقا این ماشین 12 تا سیلندر داره، میخواد یه جوری نفس بکشه یا نه؟ هوا رو نگاه کن یه سه تا میبرده، چقدر قشنگه نگاه کن. بعد درازیشو میبینی؟ بچه که لوگوی اینفینیتی بی نهایت داره توی ماشینش که اینجاش قرار گرفته و روی ساعتش. روی ساعتشو؟ ساعتش اونجا قرار گرفته. ساعتش چنده؟ که نشون دهنده بی نهایت بودن قدرت این ماشینه، یعنی لیمیتی نداره این ماشین واقعا. واقعا هم نداره. این لوگوی رویز رویزی که وسط این رینگاش هستش در هیچ زمانی سر و ته نمیشه، همیشه اینجوری میمونه. این چی بود؟ سر و ته با چی شد؟ ادسد سر و ته خودم سر و ته شد، خودت سر و ته شد. یعنی این که شما اینو ببینید شخصاً آفرود آفرود کی میبره؟ بالا پایین بشه وقتی که چرخ حرکت میکنه این همیشه تو همین پوزیشن میمونه. آقا انگار اومدیم رنگ فروشی، اینجا کجاست؟ اینجا هر رنگی بخوای میتونی انتخاب کنی، میتونی روی صندلی بگی اینجوری بذارن، اینجوری بذارن، این مدلای مختلف بذارن. من میخوام یه دونه میخوام بیرونش آبی بگیرم توش این رنگی. نه توش لطفا این رنگی نگی، کن نزن بهش. چرا؟ من باشم آقا سلیقمه. خب یعنی چی؟ توشو این رنگی بگیرم. مشکی بگیر خب یه بار دیگه، چه فرقی میکنه؟ باید سه دقیقه بینم اینجا رو بیا نشون بچه ها بده. آقا اینجا یه موزهی دارن بچه، این استه به استه به ساخت این لوگو قشنگشونه که میاد جلوشه. بیرون اینجوری توضیح داده که چجوری این ساخته میشه به اینجا. میگه اول یه ذره چسب دوقلو میریزن تو استپ وان، تو استپ آخر به آهن و اینا میرسه دیگه. خیلی قشنگه، توضیح مفید و مختصر داد دیگه. میگه که اینجایی هم که اینجوری شده یه رادیوهای دستشون خط میخوره، این دوتا اینجوری میشه، ولی بعدش سعی میکنن درست کنن که این ستا میشه. قربون شما فعلا. اینم تلویزیونه آقا، اینجا رویز رویز تلویزیون هم داره. خب این برنامه یه چرخ امروز هم تموم شد. دمتون گرم که اومدین رویز رویز با همون. بچه ها اگر که از این به بعد بازم دوست داشته باشه که این یه چرخ جاهای مختلف بره، میتونه شهرهای مختلف کشورهای مختلف هم بریم براتون اینجوری.
به ما بگین لطفاً که اگر که از این برنامه اونجوری دوست دارین ما بیشتر براتون این ویدیوها رو بگیریم و بیشتر جای باحال که توش ماشین و این چیزا دارن تو منکوره حالا جای در کل با همه کار برای شما خواهیم کرد. بشنوید برو بریم.